امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. هر افسانه‌ای در حقیقت ریشه داره. ریشه افسانه اشک‌های ماهگون نیز در آمازون متجلی میشه. تنها یک گلبرگ از آن درخت تنومند شفای هر بیماری و ابطال هر سحری بود. در طول اعصار هیئت‌های بسیاری به جستجوی این اشک‌های افسانه‌ای پرداختند. از همه آنها مشهورتر دان لوپ د آگیروی کنکیستادور بود. او عزم خود را برای نیل به نیروی اشک‌ها جزم کرده بود. اما جنگل از اشک‌ها محافظت می‌کرد. به روایت تاریخ سفر او به شکست انجامید. اما روایت افسانه ها چیز دیگری است. میگویند نگهبانان درخت او را یافته و نجاتش دادند، اما او چشم طمع به سر پیکان داشت. سر پیکان کلید یافتن اشکهای ماهگون بود. آگیره دستور حمله داد، اما جنگل تسلیم نشد. آگیره و کنکیستادورهایش را اسیر و نفرین کرد تا ابد محصور به رودخانه، ناتوان از رفتن یا مردن. افسانه چنین میگوید: میدونیم که اینجا ناپدید شدند، در منطقه لاگریماس د کریستال، و اینجا 1916 انگلستان لندن، سال دوم جنگ جهانی اول، درختی با توانایی درمانی بی همتا. همکاران ارجمندان، من مدعی هستم که افسانه معروف اشک‌های ماهگون نه یک افسانه که یک حقیقت علمی است. حقیقتی که میتواند انقلابی در عرصه درمان ایجاد کرده و راه نجاتی باشد برای خلاصی از بیماری‌هایی که بیش از گلوله‌های آلمانی سربازان ما را قلقم می‌کنند. امروز به اینجا آمدم تا به بایگانی‌های انحصاری شما دسترسی پیدا کنم، از جمله سر پیکانی که به تازگی طی سفر اکتشافی نافرجام دکتر آلبرت فالز یافت شده. سر پیکان همان تکه مفقودی است که میتواند ما را سرانجام هدایت کند به محل مکس برای تاثیرگذاری بیشتر. سلامت. فکر کردین فقط شما منو پس زدین؟ منو از تعدادی از بهترین باشگاه‌های اروپا بیرون کردن. راهنمایی میکنی؟ بله همینطوره. میشه انصراف بدین؟ امکان انصراف نیست. کاش با اون یکی تور رفته بودیم عزیزم، بهت گفتم. خب کجا بودیم؟ در آستانه مرگ. آها، میگن اون بوهای کانستریکتور میتونه در هر وعده 226 کیلو غذا بخوره و این برای شخص من خیلی سخته. ماجراجویی در جنگل. خب حالا واسه چی اینجایی؟ یه افسانه که درباره یه درخت در جنگل‌های آمازونه، درختی که هر بیماری رو درمان می‌کنه و می‌تونه دنیا رو تغییر بده، ولی اگه دست آدم‌های بد بیفته، شیطان خبیث رو بیدار می‌کنه. یه کار بی خطر انجام بدیم. بریم چند تا فیل ببینیم. آمازون که فیل نداره و من از فیلا خوشم نمیاد. اما از فیلا خوششون میاد. معتقدم افسانه ها واقعیان که نیستن و من پیداش میکنم و حتی نمیتونی فکرشو کنی چند زندگی نجات پیدا میکنه. مال چیزی میگردی که نمیشه پیداش کرد. ولی کلید رو نداشتی. چیزو درباره این جنگل بدون. هر چیزی که میبینی میخواد بکشته و میتونه. هیچ کس به اندازه من دنبال اون درخت نبوده. همه ی جنگل رو زیر رو کردم. جزیره ها، روسته ها، هیچی. مراقب باش، اینا میتونن بوی ترس رو حس کنن. من که نترسیدم. نیام واسه تو. خدای من، چطوری زیر دریایی رو آورده تو رودخونه؟ ماجراجویی در جنگل. مایکل، من تو رو از زمانی که بچه بودی میشناسم. یه درمانی برای این بیماری باشه، تو پیداش میکنی. اگه قرار نیست درمانش کنم، پس چرا هنوز اینجا؟ من یه بیماری خونی نادر دارم و زمان زیادی برام باقی نمونده. توی محبت داری.
همیشه داشتیش. شاید این آخرین فرصت هم باشه. میخوایی یه کاری کنی مگه نه؟ اون چه کاریه؟ ولی به چه قیمتی؟ یه کاری که زیاد قانونی نیست. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدوید. مردان ما در طول زمان غارت کردند، دروغ گفتند و کشتند. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد. عجب دوشنبه یه جو مگه نه؟ آی گفتی یا میدونم. امروز قرار متفاوت باشه. سلام یارو، ای که تو نیستی. بچه خب چی؟ یعنی الان ما نگهبانان کهکشانه پشت سرمون. هندوشون اینجا تموم میشه، حتما تیم براوا بوده. همینجوری که نمیتونن غیب بشن. اون رد و بر زد به اون نشونه ها و ما رو برده یه جایی. هشما برو 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 بپا. خیلی وقت رو ندیدم ادام بشین، چون آخرش گذشتت خفتت میکنه. چی هست هستن؟ ای که اون عمه تا خیلی این هواپیمای مغناطیسی رو از کجاشون در آوردن؟ سفت به چنس. موسیقی